سلام بچه ها. امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه آقا ارادت و تبریک سال نو من خیلی عذرخواهی می که این که سال نو رو یک کمی با تاخیر به شما تبریک گفتم ولی امیدوارم که سال 1400 سالی پر از خیر و برکت باشه و هر جا که هستید کنار خانوادهتون اوقات خوبی رو سپری کنید البته من تو کانال اینستاگرام دوستانی که اونجا هستن بهشون سال نو رو تبریک گفتم ولی تو کانال یوتیوب به خاطر اینکه واقعا من مشغله کاریم زیاد بود نتونستم بیام و سال نو رو تبریک بگم و بعد از یه تاخیر تقریبا طولانی این اولین ویدئویی ای است که تو سال جدید من دارم ضبط میکنم تو این ویدیو بچه‌ها من خوام راجع به سه تا موضوع صحبت کنم موضوع این که استخدام در کشور سوئد به چه صورتی است و قراردادهای شما به چه صورتی است و موضوع دوم میشه بیکاری و موضوع آخر میشه تبعیض نژادی در کشور سوئد اگر جز دوستانی کانال من سابسکرایب نکردید من خیلی خوشحال میکنید همین الان برید اون دکمه سابسکرایب قرمز رنگ رو بزنید اگر همون اون دکمه زنگوله رو بزنید به معنی اینکه من یه ویدیو جدید منتشر کنم شما میتونید تشریف بیارید و ویدیوهای من رو ببینید و اگر یه لایک خوشگل منو میمون کنه که دیگه سنگ تموم میذارید و باید بگم که بچا این حمایت شماست که باعث میشه ما دیده باشیم اگر شما نباشید ما هم نیستیم دم همه شما گرم بریم با ادامه ویدیو اولین موضوعی که بچه ها راجع بهش صحبت کنیم بحث استخدام در کشور سویت هست ما در کشور سویت دو نوع استخدام داریم یکی استخدام تا اطلاعی سانوی که بهش میگن تیل سوی داره یا فست آنستلد یا همون استخدام دائم خودمون نوع دوم استخدام میشه استخدام با محدودیت زمانی که حالا من نوع اول واسه شما توضیح بدم که یعنی چی استخدام دائم که خب از اسمش معلومه و همه ما میدونیم که توی ایران به اسم استخدام دائم یا قرارداد رسمی هم میشناسنش که شما تاریخ شروع استخدامتون مشخص است اما تاریخ اتمام یا پایان قرارداد شما مشخص نیست و اگر شما اون قراردادی رو که با سابکارتون میبندید ببینی زده تاریخ شروع استخدام مثلا فلان تاریخ امروز 25 مارس اما تاریخ پایان قرارداد زده اوپت یعنی اینکه مشخص نیست تا زمانی که شما توان کار کردن داشته باشید تا زمانی که صابکار شما راضی باشه و تا زمانی که شرکت شما ورشکست نشه و تا زمانی که هیچ اتفاق خاصی نیفته که منجر بشه که شما بیکار بشید شما این حق رو دارید که کار کنید و ادامه بدید تا اینکه بازنشست بشید اما بچه ها باید بدونید که این نوع استخدامی خودش دو حالت داره یا حالت بهش میگن فریشنس یا حالت داره بهش میگن سمسترشنس که من واسه تون توضیح میدم یعنی چی مثلا من معلمم توی یه مدرسه کار میکنم استخدام دائم هستم یا همون فست آنستل هستم یا همون تیلس داره هستم ولی توی قرارداد من زده فریشنس یعنی چی؟ یعنی این که زمانی که مدرسه حالا توی تعطیلات پاییزی یا تو تعطیلات ورزشی یا تو تعطیلات عید پاک یا تابستون تعطیل هست منم مثل بچه ها این حق رو دارم که تو خونه بمونم استراحت کنم و بابت اینم که خونه هستم حقوق خودم رو دریافت میکنم و کل تابستونم تعطیلم اما اگر قرارداد من از نوع سمستر شنس باشه قضیه یه کمی فرق میکنه زمانی که بچه ها تو عید پاک تعطیلات پاییزی تعطیلات ورزشی یا اسپورت لوف یا تعطیلات تابستونی تعطیل هستن و خونه هستن من باید کار کنم مثلا ما تو مدرسه ی جایی داریم بهش میگن فریتیت که اونجا بچه ها تا سن دوازده سالگی اجازه دارن که اونجا باشن حالا بچههایی که نمیتونن تنها خونه بمونن و پدر مادرشون کار میکنن و کسی نیست ازشون مراقبت کنه میرن تو اون قسمت مدرسه که بهش میگن فریتیت سم اونجا هستن و یه سری پرشنالی که استخدام خود مدرسه هستن اونجا هستن و از بچه ها نگهداری میکنن تا اینکه پدر مادر کارشون تعطیل بشه و برگردن بیان بچه رو دنبال بچه هاشون و برگردن برن خونه و این کسانی که قرارداد سمستر شنس دارن زمانی که بچه هایی که درس و مشق ندارن و تعطیل از مدرسه باید برن اونجا چکار کنن کار کنن این نوع قرارداد فست آنستل یا قرارداد تیلز یا قرارداد دائم بود نوع دوم قرارداد یا استخدام میشه استخدام با محدودیت زمانی که خودش چند حالت مختلف داره که حالا من واسه شما توضیح میدم به چه صورتی هست خب بچه من همه اینا رو رو کاغذ نوشتم که چیزی از قلم جا نیفته و اینکه یه کمی هم ازش تقلب کنم تا اینکه بتونم کامل توضیح بدم اولیش میشه بچه استخدام با محدودیت زمانی عمومی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تاریخ شروع و پایان قرارداد شما چیه؟ مشخصه مثلا شما میرید یه جا استخدام بشید میگه که آقا ما شما رو واسه مدت زمان سه ماه استخدام میکنیم یا ما شما رو واسه مدت زمان 6 ماه مثلا استخدام میکنیم یا واسه مدت زمان یک سال استخدام میکنیم دیگه شما میدونی که شما واسه مدت زمان یک سال 6 ماه سه ماه دو ماه و چقدر کار میکنید و بعد از اون مدت زمان قرارداد شما چی میشه به صورت اتومات فست میشه و کار شما هم پایان پیدا میکنه که این نوع قرارداد بهش میگن قرار استخدام با محدودیت زمانی عمومی اما یه نوع دیگه قرارداد داریم که بهش میگن استخدام جانشینی که توی زبان سوئدی بهش میگن ویکاریه به عنوان مثال یه کسی هست که معلمه تو مدرسه کار میکنه حالا ممکنه بچهش مریض بشه خودش مریض بشه تصادف کنه حالا یه اتفاقی واسهش بیفته که نتونه کار کنه حالا توی مدت زمانی یه ماه دو هفته یه هفته یه روز اینجا مدرسه میاد یه شخصی رو استخدام میکنه که اون شخص بیاد جای این طرف معلم که خونه است و نمیتونه کار کنه کار کنه و این قرارداد بهش میگن ویکاریه یعنی شما میری به صورت جانشینی جای کسی که توی محل کارش نیست و به دلیلی از محل کارش غیبت داره کار میکنی تا اون برگرده دوباره به سر کارش که اینو بهش میگن چی ویکاریه نوع سوم استخدام با محدودیت زمانی میشه استخدام آزمایشی شما واسه مدت زمان مشخصی یه جا استخدام میشی به صورت آزمایشی که این یه فرصتیه واسه اون سابکار که میاد شما رو سبک سنگین میکنه شما رو میسنجه ببینه شما رو که میخواد به عنوان نیرو استخدام کنه نیروی به درد بخوری هستید یا نه کالی مدت زمان میتونه یه هفته باشه میتونه یه ماه باشه میتونه سه ماه باشه میتونه شش ماه باشه اما بیشتر از شش ماه دیگه نمیتونه باشه و توی این مدت زمان شما از طریق سابکارتون از طریق همکاراتون از طریق مشتریایی که باشون در ارتباط هستید شما مورد سنجش قرار میگیرید میان شما رو میسنجن ببینن که واقعا چجوری با بقیه برخورد میکنی چجوری صحبت میکنی چقدر به کار دمیت میدی نمیدونم چقدر وقت میذاری واسه کارت چقدر دلسوزی تو کارت و نمیدونم اون وظایفی که باید معول میشه اونا رو چجوری انجامش میدی اون نتیجه کارت به چه صورتی است همه اینا رو میان چکار میکنن بررسی میکنن و آخر میان بهت نمره میدن که آقا شما یه نیروی به درد بخور هستی میتونی اونجا کار کنی یا نمیتونی کار کنی که اگر صاحب کارت از شما راضی بود و اوکی بود قبل از مثلا این شیش ماه یا این سه ماه یا این یک ماه میتونه بگه که آقا واسه من اوکی من الان میام تو رو استخدامت میکنم و بیا اینجا کار کن اما اگر بعد از این مدت زمان اگه تموم شد این تاریخ و اون سابکار و همکارا به این نتیجه رسیدن که خب مثلا شما آدم بد اخلاقی هستی نمیدونم به کار دم یاد نمیدی تنبلی دیر میای سر کار زود سر کار مثلا جیم میشی میری خونه دیگه اینا چکار میکنن به شما به راحتی میگن که نه ما نمیتونیم با هم ادامه بدیم و شما رو استخدام نمیکنن پس این نوع استخدام آزمایشی خیلی مهم است و بیشتر این نوع استخدام, آز... استخدام های آزمایشی اول آخر ختم میشه به قرارداد دائم پس خیلی حواستون به این قضیه باشه اما یه چیز دیگر رو که بچه من یادم نرفته تا بهتون بگم که بهتره بدونید اگه شما به صورت کوتاه مدت واسه چند بار از طرف یک سابکار استخدام بشید و هی برید و واسهش کار کنید اگر شما طی مدت پنج سال واسه اون سابکار کار کنید و طی مدت پنج سال روزایی رو که کار کردید بیان و همه اینا رو جمع کنید و یکی کنید و به مدت دو سال برسه شما باید از طرف اون سابکار چی بشید استخدام بشید و اون کار دیگه نمیتونه بیا شما رو استخدام نکنه و یا اینکه از شما به صورت مثلا دوباره پار وقت بخواد کار بگیره پس شما یادتون باشه اگه طی مدت پنج سال از طرف یک سابکار به صورت پارت تایم مثلا توی یه ماه مثلا 20 روز توی یه ماه مثلا ده روز مثلا توی یک هفته چهار روز هی اومدید کار کردید و این مدت زمان پنج سال به صورت کلی دو سال شما کار کردید اون ساب دیگه باید بیاد حتما شما رو چکار کنه استخدام کنه که به نوعی وضعیت شما رو بهش میگن شو شما این لاسا شدی یعنی شما تحت حمایت قانون تامین استخدام قرار گرفتید که اینجا اون ساب دیگه باید بیاد حتما و 100 درصد چکار کنه شما رو استخدام بکنه پس به این قضیه حتما توجه داشته باشید که یک سابکار کار طی مدت 5 سال و مدت زمانی هم که کار کردی جمعش به دو سال برسه شما باید استخدام دائم بشید موضوع بعدی بچه ها میشه بحث حقوق و دستمزد ببینید بچه ها ما دو نوع حقوق داریم یا بهش میگن موناتسلون یا بهش میگن تیملون موناتسلون حقوقی است که شما کار میکنید و هر ماه حقوق شما میاد تو حساب بانکی شما میشینه اما تیم لون حقوقی است که شما بابت اون ساعتی که کار میکنی حقوق دریافت میکنی اگر شما کار کنی حقوق میگیری اگر کار نکنی حقوق نمیگیری و اینو بدونید بچه ها شما زمانی که میخواین قرارداد ببندی شما سر حقوقتون میتونید با ساب کارتون چکار کنی؟ کنید بهش میگن لون اسپروک یعنی شما سر حقوقتون با ساب کارتون میتونید چونه بزنید میتونید ببریدش بالا به شما این حقو دارید یا سابکارتون قبول میکنه یا قبول نمیکنه پس از این نگران این نباشید که الان اگه من راجب به حقوق صحبت کنم ناراحت بشه نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه نه زمانی که سابکار میاد به شما میگه و شما میخواین قرارداد ببندید یه بحثی هست بهش میگن لون یعنی راجب حقوقه اونجا دیگه شما میتونی راجب به حقوقت اظهار نظر کنی بگی که مثلا من این توانایی ها رو دارم نمیدونم این استعدادها رو دارم کار من اینجوریه من اینقدر خدمات میتونم بدم و اون توانایی های خودتون اگر نشون بدید شما این شانس رو دارید که حقوق بالاتر دریافت کنید اما اگه ساکت باشید و هیچی نگید و تواناییاتون صحبت نکنید ممکنه که اون حقوق که تو قرارداد شما بسته میشه کمترین میزان حقوق باشه و شما حقوق بالایی دریافت نکنید که کمترین میزان حقوقم که من دیرو داشتم نگاه میکردم تو کشور سوئد دیگه از 23 هزار تا شروع میشه و میره رو به بالا دیگه حالا میره تا الا ماشاءالله که شما هر چه استعداد داشته باشی و تخصص داشته باشی حقوق بالاتر بگیری موضوع بعدی بچه ها میشه ساعت کار ببینید شما اگر به صورت 100 درصد کار کنید شما باید روزی 8 ساعت هفته 40 ساعت شما کار کنید حالا ممکنه که یه ماه مثلا بشه 31 روزه یه ما بشه 28 روزه حالا با توجه به اون تعداد روزهای ما این مدت زمان ساعت کاریتون در ما چی میشه بالا پایین میشه که حالا ما میگیم که مثلا شما همون روزی 8 ساعت کار کنید و هفته 40 ساعت اما اگر شما روز کار باشید باید هفته 40 ساعت کار کنید اما اگر بچه شما شب کار باشید و 100 درصد هم کار کنید این چل ساعت شما میتونه کمتر هم باشه به خاطر بحث شبکاری شما اگه من بخوام بچه راجع به بحث مرخصی بگم باید بگم که شما سالی 25 روز شما چی دارید مرخصی دارید میشه 5 هفته 5 5 تا 25 تا به جز شنبا و یک شنبه که تعطیل است روزهای کاری رو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم یعنی شما 25 روز کاری حق استفاده از مرخصی رو دارید اگر شما طول مدت که کار میکنید از مرخصی استفاده کردید که اوکی اما اگر شما از مرخصی خودتون استفاده نکردید شما زمانی که سال تموم بشه شما دوازده درصد حقوق رو به عنوان حق مرخصی چکار میکنید دریافت میکنید و کار بعد پولشو به چکار کنه به شما پرداخت کنه اما کسانی که بچه استخدام ساعتی هستن اینا میان دوازده درصد حقوق ناخالصشون رو پیش از مالیات دریافت میکنن که اینو بهش میگن حق جبران مرخصی پس حتی اونایی هم که ساعتی کار میکنن بابت اینکه مرخصی ندارن میان بابتش پولی دریافت میکنن حالا شما که مثلا کار میکنی و از مرخصیات استفاده نکنی باز میای 12 درصد حقوق سالانه تو چکار میکنی دریافت میکنی حالا سال اینجاست که ممکنه که یک مریض بشه و خونه بمونه این الان چه اتفاقی واسش میفته ببینید ها قبل از اینکه کرونا نبود به این صورت بود که اگر شما مریض بشی و خونه بخوای بمونی بابت اون روز اول که خونه هستی شما هیچ حقوقی دریافت نمیکنی که بهش میگن کرنس داک اما از روز دوم به مدت یک هفته شما 80 درصد حقوق تو میکنی؟ دریافت میکنی اما اگر این مدت زمان از هفت روز بیشتر بشه شما باید یه نامه پزشکی بیاری که نشون بده شما واقعا لازم داری که تو خونه بمونی که بقی مونده حقوق تو چیکار کنی؟ بگیری. که اگر این مدت زمان بخواد اضافه بشه مثلا بشه یک ماه دو ماه سه ماه اون موقع دیگه شما باید خوکسکریف بگیری یعنی اینکه شما باید با سابکارت توافق کنی که آقا شما فعلا مریض هستی و توان کار کردن نداری حالا بر دلیلی و شما لازم است که سه ماه یه ماه یه سال خونه بمونی به عنوان خوکسکریف که اینجا شما حقوق تو چکار میکنی از اداره بیمه دریافت میکنی و بدون حقوق نمیمونی اما همه اینا باید چی بشه روال قانونی خودش رو کنه ولی واسه هفت روز اول شما هیچ نامه پزشکی لازم نداری و 80 درصد حقوقتون میگیری به جز روز اول که شما هیچ حقوقی نداری اما در حال حاضر به خاطر بحث کرونا تو کشور سوئد دولت توافق کرده که بابت اون روز اولی هم که قبلا حقوق پرداخت نمیشد الان شما بابت اون روزم هم چکار کنی؟ حقوق دریافت کنی از اداره بیمه که اگر شما مریض شدی و خواستی خونه بمونی بابت اون روز اول هم خاطر کرونا در حال حاضر شما میتونه حقوق بگیری که حالا ممکنه بعدا چی بشه؟ ممکنه بعدا این قانون برداشته بشه و برگرده به همون قانون قدیمی که بوده و همون قانون قدیم رو دنبال کنن موضوع بعدی میشه بچه بیمه بیکاری شما باید بدونید ما تو کشور سوئد یه صندوقی داریم به اسم صندوق بیکاری که بهش میگن آکاسا یعنی این صندوق آکاسا واسه کسانی است که کار میکنن و بعدا اگر بیکار شدن بتونن از این صندوق چیکار کنن یه پولی دریافت کنن که امورات زندگی خودشونو بگذرونن اما واسه اینکه شما از این صندوق بتونید پول دریافت کنید شما باید عضو این صندوق بشید و ماهیانه یه مبلغی رو پرداخت کنید به عنوان مثال من الان مثلا معلم هستم توی مدرسه کار میکنم من زمانی که تو مدرسه کار میکنم من میام عضو این صندوق آکاسا میشم ماهیانه مبلغ 120 کرون یا 130 کرون همچی چیزی من پرداخت میکنم که اگر یه وقت من از کارم اخراج شدم و بیکار شدم بتونم از این صندوق بیکاری کار کنم حق بیکاری دریافت کنم و زمانی که شما از کارتون بیکار شدید و اربسلس شدید صندوق بیکاری میاد واسه 300 روز به شما حق بیکاری میده اما اگر شما متحل باشید و فرزند زیر 18 سال داشته باشید این مدت زمان 300 روز میاد به 450 روز چی میشه افزایش پیدا میکنه که در 200 روز اول بچه ها شما 80 درصد حقوق خودتون رو به عنوان آخرین حقوق که دریافت کردید 80 درصدش رو چکار میکنی به عنوان حق بیکاری دریافت میکنی که حد اکثر میشه 910 کرون که از روز 201 تا 300 شما دیگه هفتاد درصد و خودتون رو چکار میکنید دریافت میکنید که اگر متعهل باشید و به 450 روز برسه دیگه میره با همون هفتاد درصد اما واسه دوستان عزیزی که عضو صندوق آکاسا نیستن ما یه صندوق دیگه داریم به اسم صندوق آلفا که اگر شما به هر دلیلی جزو صندوق آکاسا نبودید میتونید از صندوق آلفا چیکار کنید حق بیکاری دریافت کنید که فکر میکنم چیزی نزدیک به 320 کرون در روز میشه که به شما پرداخت میشه اما بچه ها شما واسه اینکه بتونید از صندوق آکاسا حق بیکاری دریافت کنید شما باید یک سال عضو این صندوق بوده باشید و اینکه 6 شیش ماه رو کار کرده باشید اون موقع شما حق اینو دارید که از صندوق آکاسا چکار کنید حق بیکاری دریافت کنید و دیگه مشکلی نداشته باشید در غیر این صورت اگه شما 6 ماه کار نکرده باشید مثلا یه ما کار کرده باشی و یا مثلا پنج ما کار کرده باشی دیگه حق استفاده و حق اینکه بخوای از صندوق آکاسا بخوای حق بیکاری دریافت کنی رو نداری پس یک سال حداقل شش ما کار کرده باشی که و عضو این صندوق باشی که بتونی از صندوق چکار کنی حق بیکاری دریافت بکنی موضوع بعدی بچه ها بحث تبعیض تو کشور سوئد است ببینید کشور سوئد هم یه کشوری مثل همه کشورهای دنیا اینجا هم آدم خوب هست هم آدم بد هست اینجا هم یه سری خوبیا داره یه سری بدیا داره اینجوری نیست که مثلا بگیم چون اینجا یه کشور جان اولیه پس هیچ مشکلی نداره نه اینجا ما بحث های مثلا بحث های نجات پرستی داریم تبعیض داریم به هر حال آدم مختلفی اینجا زندگی میکنن و اینجوری نیست که بگیم همه مثل هم هستن نه هم آدم خوب هست هم آدم بد است و شما هیچ جای دنیا رو هیچ کشوری رو پیدا نمی کنی که درش بحث تبعیض وجود نداشته باشه حتی در ایران خودمون حتی در آمریکا در کانادا نمیدونم آلمان فرانسه دانمارک نروژ استرالیا برال تمام کشورها این بحث تبعیض نژادی وجود داره اما ما در کشور سوئد یک کمیته داریم به اسم ناظر عالی من تبعیض که بهش میگن دیسکریمینرینگز که حالا وظیفه این کمیته یا این ناظر عالی من تبعیض چیه اینه که اگر شما در محل کارتون در محل زندگیتون توی جامعه هر جایی به هر دلیلی مورد تبعیض قرار گرفتید و احساس کردید که در حق شما ظلم شده در حق شما اجحاف شده شما این حق دارید که بیای بی به این کمیته و به این ناظر عالی منع تبعیض چکار کنی شکایت تو ببری و اونا میان بررسی میکنن و به شما کمک میکنن و احقاق حق میکنن و اگر واقعا در حق شما ظلم شده باشه و در حق شما اجهاف شده باشه اینا سعی میکنن که بیان به شما کمک کنن تا شما به حق برسید که من تو قسمت دیسکریپشن لینک و آدرس این سازمان من تعویز و, و میذارم که اگر نیاز داشتید میتونید برید اونجا وارد بشید و اطلاعات بیشتر رو بخونید خب بچه ببینید من دوستان زیادی داشتم که بارها به من گفتن گفتم به خاطر اینکه مثلا اسمشون اسم سوئدی نبوده یه جا درخواست کار کرده بودن و زمانی که سابکار اومده دیده مثلا اسمشون مثلا سویدین رو اسمشون خط کشیده و اومدن یک کسی که مثلا سویدی بوده استخدام کردن یا نمیدونم هم کارهای دیگه ای من داشتم که اومدن به من گفتم به خاطر اینکه مثلا ما خارجی بودیم اینجا مثلا حق ما زایه شد و به دلایلی مثلا ما به حقمون نرسیدیم و این حق دادم به یک کسی که مثلا سویدی بود ببینید نظرات متفاوته و دیدگاه متفاوته تفکرات متفاوته و نمیشه بگه که مثلا کی حق میگه کی نه حق میگه ببینید حال شما زمانی که در یک جامعه خارجی زندگی میکنید شما باید منتظر هر گونه اتفاق باشی و اینجوری نیست که مثلا شما بگی که نه الان دیگه اینجا هیچ اتفاق بعدی نمیفته نه در شما خوبه که اطلاعات داشته باشید و خودتونو همیشه واسه هر موضوعی آماده داشته باشید توی کشور سوئد بچه ها به شدت رو بحث تعویض نژادی داره کار میشه تو مدرسه آموزش های زیادی به بچه ها میدن به بچه ها آموزش میدن که خب مثلا بحث تبعیض نژادی خوب نیست حالا یه شعار سوئدی داره هست که بهش میگن الر لیکا وردا یعنی اینکه همه با هم برابرن هیچ فرقی بین زن و مرد و پیر و جوون و مثلا اونی کسی که رنگین پوست است با اون که سفید پوست است نیست و همه آدما دارای ارزشی یکسانی هستند ولی با این وجود در کنار همه اینا باز ما شاهد بحث تبعیض نژادی در کل دنیا هستیم من امیدوارم که هر جا که هستید و هر کجا که زندگی می کنید هیچ موقع این تجربه تلخ و تجربه نکنید و همیشه انشالله که اون اتفاقات خوب در زندگیتون بیفته ممنون بچه ها که ویدیو رو تا آخر با من دنبال کردید اگر از این ویدیو خوشتون اومد همین الان سابسکرایب کنید یه لایک خوشگل واسه من بذارید اون دوتنی زنگوله هم بزنید خیلی خوشحال میشم که نظرات خودتون رو واسه من کامنت کنید تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم که بیشتر راجع به قوانین کشور سوئد صحبت کنم و اگر موضوع خاصی هم مد نظرتون هست خیلی خوشحال میشم که واسه من بنویسید هر جا که هستید واسهتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه همتون رو به خدا میسپارم خدا نگهدار